خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم که جور باشین و شاد باشین شاگردای عزیز و نازنین من حبیبه یوسفی هستم معلم درس کیمیا که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم از مکتبی هادی شاگرده نازنین قبل از اینکه درس امروز آغاز کنیم ابتدا یک نمبر رو برای شما معرفی میکنم که از طریقی میتونین در واتساب، اینستاگرام و تلگرام با ما در ارتباط باشین و سوالات یا پیشنهاداتی دارین برای ما روان کنین نمبر به این صورت است دو سفیر نو سد و شست و چهار اف سد و این رو به خاطر بس با ما در ارتباط باشید خب شاگردهای عزیز و نازنین می رویم درس شیرین کیمیا, کیمیا را آغاز کنیم. شما کار کنیم به این صورت است شاگردای نازنین ابتدا در رابطه با مرکبات عضوی با شما گپ میزنیم که مرکب عضوی چی است تعریفش چی است مثال چی با شما با کار میکنیم و با هم دیگه پیش میرویم و بعد در رابطه با نظر و عقیده دو دانشمند برجسته کیمیا که آماده در رابطه با مرکبات عضوی نظر و عقیده های خود گفته ما می با شما گپ میزنیم که عقیده هایش چی هستن و بعد برای شما توضیح میدیم که مرکبات عضوی به چه مراکبات گفته میشه چه مشخصه هایی دارد چه عناصری درش به کار رفته اینا رو با شما کار میکنیم و در آخر هم فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی رو برتون میگیم که یک مرکب عضوی با یک مرکب غیر عضوی چه تفاوت هایی داره خب آماده هستین شاگردای عزیز کتابچه‌ی خود آماده کردیم که بریم درس امروز آغاز کنیم خب میخوایم ببینیم که مرکب عضوی چی از شاگردای عزیز و نازنین ابتدا به شما تعریف میکنیم به نظر شما ما به چی مرکباتی مرکب عضوی میگیم یک کمکی فکر کنیم و مشارکت داشته باشین دی بس خب تقریبا درست گفتین میتونه بله میتونه تقریبا دارین درست اشاره میکنین اما ما کامل ترش برای میگم هر چیزی را که در اطراف خود در ماحول خود مشاهده می‌کنید، شاگرد های عزیز نازنین میتانه یک مرکب عضوی باشه فکر کنید که چقدر مرکبات عضوی یک دنیای گسترده داره برای خود چقدر جذاب و جالب است شما فکر کنید در اطراف خود به طور مثال هم دو که در هم نمونه های مثال را شما مشاهده میکنید شما میتانید در اطراف خود امی قالینی که زرپایتان هست یک عضوی باشه یا فرض مثال همین بوتایی که استفاده میکنه بوتای زنانه و مردانه این میتونه یک مرکب عضوی باشه یا همین قلسنگی که استفاده میکنید برای گرمایش خانه این هم میتونه یک مرکب عضوی باشه یا همین کودای کیمیاوی که برای روش نباتات استفاده میکنید این هم میتونه یک عضوی باشه پس فکر کنید که چقدر ما از مرکبات عضوی در اطراف ما موجودیت داره و ما به خبر هستیم این چقدر جذاب و شیرین است خب حالا ما میخواییم با هم دیگه کار کنیم که مرکب اوزوی چی است خب میراییم به چند سال قبل شاگردای عزیز نازنین میراییم به سالهای قبل ببینیم که دو دانشمندی بر برجسته کیمیا در رابطه با مرکبات عضوی چه قسمی نظر و داده یک دانشمندی آمده به نامی دانشمندی چندین سال قبل یک دانشمندی به نامی برزیلیوس اما در رابطه با مراکبات عضوی قسمی پیشنهاد نظر و عقیده خود را گفته گفته مرکبات عضوی فقط و فقط از موجودات زنده تولید شده و به دست می آید دقت کنید با کلمه فقط فقط از موجودات زنده خب با این تعریفی که برزیلیوس بر ما داده پس هر چیزی که از منابع طبیعی به دست می آید یعنی در لبرتوار ساخته شده نمیتانه ما میتونیم به عنوان یک مرکب عضوی به شما رو بیاریم به عنوان مثال فرض کنید چه چی چیزهایی از منابع طبیعی به دست بیاشه نازنین بگوید بر من مثال نشم آه که از منابع طبیعی به دست آمده باشه در لبرتوار ساخته نشده باشه مصنوعی نباشه مثل چی میتونه؟ آفرین حسن به شما چقدر خوب مشارکت دارین میتونه طور مثال امی پروتئین هایی که شما مورد استفاده قرار میگیرین استفاده میکنید گوشت در گوشت موجودیت داره درست است این میتونه باشه شیر مسکه همه اینها میتونه در واقع از منابع طبیعی به دست میاد درست است پس بنا به تعریف برزیلیوس میتونه یک مرکب چی باشه یک مرکبی عضوی باشه یک تعریفی بود از برزیلیوس که در رابطه با مرکبات عضوی برای ما مطرح کرد خب بعد از برزیلیوس یک دانشمندی دیگه اومد به نام بوهلر میخوایم ببینیم که این دانش من چه قسمی و در رابطه با چی بر ما مرا... نظر و عقیده خدا در رابطه با مرکبات چه قسمی اعلام کرده بخلیر آمد به بیرزلویس گفت که نظر و تو برای من قابل احترام و قبول است اما نظر و که من دارم است که ما میتونیم مرکبات و زوره در لبورتوار هم تولید کنیم و ساخته کنیم این نظر وقیده خود به کمک یک آزمایش ساده آمد انجام داد و به اثبات رسان آزمایش به این صورت بود خوب دقت کنید شاگرد عزیز آزم... آزمایش بسیار بسیار مهم هست وحلیر آمد در لبراتوار یک آزمایش را انجام داد یک مرکبی را به نام امونیم سیانید به واسطه حرارت در لبراتوار تبدیل کرد به یک ماده جدید به یک مرکب جدید به نام یوریا ای رو خوب دقت کنید این دانشمند آمد گفت که خیلی خوب یوریایی که در لبراتوار تولید شده با توجه به ساختاری که داره ما را یک مرکب عضوی میگیم که باز حالا در پیشتر به میگم میگویم که یک مرکب عضوی در ساختار خود چی مشخصه داره که ما میگیم مرکب عضوی خب این دانشمند آمد اثبات کرد گفت ما میتونم، ما تانیستم که در لابراتوار مادر ماده مرکب که عضوی است و به نام یوریا هسته تولید کنم و ساخته کنم این دانشمند برجسته کیمیا به نام وهلر آمد در رابطه با مرکب عضوی به این قسم توضیح داد و پیشنهاد داد در لابراتوار آمد ترکیبی را یا مرکبی را به نام امونیم سیانید به واسطه حرارت تبدیل کرد به یک ماده جدید به نام یوریا که با توجه به ساختاری که داره وخلیر گفت که یک مرکب است و با این نظر و عقیده ای که وخلیر داشت یک جرقه بزرگ در دنیای مرکبات ازوی رخ داد که امور رقم که در سلاید اول ما براتون گفتم گفتم که مرکبات عضوی یک دنیای فوق العاده گسترده ای داره با این نظر وفلیر گسترده تر هم شد که مرکبات عضوی را ما میتونیم در لابراتوار هم ساخته کنیم پس این بسیار مهم است خوب دقت کنید آلی که نظر و عقیده دو دانشمند برجسته کیمیا میاره فهمیدین و با هم کار کردیم حالا میخوایم ببینیم که امروزه به چی نوع مرکباتی مرکباتی عضوی گفته میشه چی مشخصه هایی داره به طور کلی ما به مرکباتی عضوی میگیم که شاید عزیز و نازنین این عناصر را در ساختمان آنها موجودیت داشته باشه امور که امور رقم که برای سلات مشاهده میکنید اتم کاربون و هیدروژن به رنگ دیگر نمایش داده شده که جزء مهمترین عناصر در مرکبات عضوی هست یعنی اگر شما در یک مرکب عضوی ساختار را مشاهده کنین که کاربونی متصل به اتم هیدروژن داشته باشه در جا شما میگویید که این مرکب یک مرکب چی هسته؟ عضوی هسته. حالا در بعضی, ما در بعضی از مرکبات عضوی هم اتم های نایتروژن، اکسیژن، سلفر و هلوژن ها هم میتونه موجودیت داشته باشه اما دو اتمی کربن که متصل به اتم های هیدروژن باشه بسیار مهم هست در از مرکبات عضوی که به تان بسپارید خب حالی که مرکب عضوی رو تعریف شفا میدین شاگردای عزیز و نازنین میخواییم ببینیم که چی فرقی ما بین مرکب عضوی و غیر عضوی است را میخواییم با همدیگر کار کنیم و به همکاری شما نیاز داریم که با کمک همدیگر شما فکر کنید یک مقداری با ما همکاری کنید مشارکت داشته باشین که ما ایرا با هم را براتون با همدیگر کار کنیم و برای تختصی با همدیگر نوشته کنیم قبل از اینکه برای تختصی نوشته کنیم شاگرده عزیز و نازنین ابتدا در رابطه با مثال که برای آوردیم در که مرکب عضوی و غیر اوزوی هسته. یک توضیح بهتون میتون این رو بزر اینتان که بعد میرم برای تختصی ها فرق ما بین مرکب اوزوی و غیر اوزوی را نویشته میکنید خوب دقت کنید خوب گوشه تیز کنید که من چی میگوم به خاطر تان بس بارید قسمت دقت کنید شاگرده عزیز و نازنین یک مرکب اوزوی برتان مثال شکل و ساختارش رو تان آوردیم خوب دقت کنیم که چی اتم های درش به کار برده شده اتم های کاربون متصل به اتمی هایدروژن است درست است خب در قسمت بعدی در شکل هایی که برتان مثال زدیم دو شکل برتان مثال زدیم که یک مرکبی قیروز ویسته خب این ساختار دقت کنید ساختار پینسیل است و الماس است که از ساختار شبرتان اینجا نشان دادیم که از اتم های کاربون فقط از اتم های کاربون ساخته شده است مثالی دیگر که مرکب عضوی هست در قسمت که سبز رنگ هست دایره سبز رنگ هست نشان داده شده که ساختار نمک تعام را نشان میده که همون رقم برای سلایت مشاهده میکنید شاگردای عزیز انیون های این ای مثبت و سییل منفی برای شما نشان داد کتیون و انیون مایش داده شده که ساختارش فقط از این و کتیون ساخته شده است خب اینا رو در نظر گرفته باشین آلی می برای تخت با یک دیگر نشان می دیم و با هم کار می که فرق ما بین مراکب عضوی و غیر عضوی چی هستم خب شکرده عزیز نازنین مشارکت داشته باشین اولین فرق را با توجه به ساختاری که پیشتر براتون گفتم در مثالی که زدم مرکب عضوی و روزوی فرقش چی هست که با هم دیگه نوشته کنیم خب هر که مشارکت خوب داشته باشه مبارش یک جایزه دارم یک باید مثبت میتونم خوب دقت کنید و حواسایتان جمع کنید اولین تفاوت چی میتونه باشه با توجه به شکلی که شما اونجا دیدین برای اینجا کنم فرقی بینی تا ما نرشتر میکنم شما فکر کنید فرقی بینی مرکبی اوزوی و غیر عضوی چی هستم؟ خب اول این فرق چی هست؟ بگید برای من عزیز یک مرکب عضوی در ساختار خود چی اتم هایی داره؟ آفرین احسن من در ابتدای درس هم بهتون گفتم در ساختار مرکبات عضوی دو اتم موجودیت داشت اتمی چی؟ اتمی کربن متصل به اتم هیدروژن پس در اینجا نوشته میکنیم مرکب عضوی اتمی هیدروژن و کاربون داره خب اما در مقابلش مرکب قیروزوی برای تا نمک تمام مثال زدم درش اتم کاربون و هیدروژن یا کاربونی متصل به اتم هایدروژن موجودیت نداشتک پس هم میتونیم بنویسیم که اتمی هیدروژن و کاربون موجودیت نداره اصلا آفرین خواهی شد یک تفاوت فرق دیگه بین مرکب اوزی و قیر چی میتونه باشه؟ بگوید باز در ساختار یک مرکب اوزی که بایتان مثال زدم دقت کنید ساختارش به چی صورت بود؟ رابطه ای که بین اتم کربن و هیدروژن بود یک رابطه ای اشتراکی بود شما میدانید دیگه خب پس در یک قسمت نوشته میکنیم در مرکبات عضوی رابطه ای اشتراکی داره درست است خب مرکب غیر چی مرکب غیر عضوی مثل نمک تام که براتون مثال زدم آیا رابطه رابطه اشتراکی است یا نه خب فکر کنید یک چند دقیقه در ساختار چی اتم های به کار برده شده بود آفرین کاتیون و انیون پس رابطه که ما بین کتیون و انیون موجودیت داره رابطه چی میتونه باشه اشتراکی نیست رابطه ایونی میتونه باشه درسته خب پس در این قسمت میگیم بیشتر رابطه میتونه چی باشه ایونی میتونه باشه خب یک تفاوت دیگه یک تفاوت سیوم دیگه هم اگر بگوییم ما برش ما حسن میگم یک کمه که سخت میتونه باشه اما با شما میتونی جواب بدید شما شاگرد زنگ هستید دیگه فرق بین مراکب عضوی و غیر عضوی چی هست با توجه به شکل که در اسلاید برتان نشان دادم. ما ساختاری مراکب مرکب عضوی گفتیم اتم کربن متصل به هیدروژن است درست در است خب این قسم مرکبات به نظر شما میتونه ایزومر و پلیمر داشته باشه آفرین احسن میتونه با جای به جای شدن اتم های کربن و هیدروژن میتونه ایزومر و پلیمر هم بسازه اما مرکبات غیر عضوی که بیشتر رابطه ایونی داره و در ساختار آنها اتم های کربن و هیدروژن موجودیت نداره نمی دیگه درست از چه های کربن و هیدروژن جای به جای که که بتونه یک ای ایزومر یا پلیمر برای ما بسازه پس این نمی خاصیت را نداره پس اینجا نوشته میکنیم که مرکبات عضوی ایزومیر و پولیمیر ساخته می تواند خوب؟ اما غیری مرکبات غیر عضوی خاصیت را نداره درست است؟ ها یک سه تفاوت مهم بود که برای تان مثال زدیم شاگرده را نازنه که خوب بزنید تان بس بارید این قسمی سآل زیاد می آید در امتحاناتتان خوب کار کنید در خانه می توانید مرکبات مختلف اوزه و قیر اوزه رو با یک دیگر با کمک دوستای خود، مادر خود، پدر خود کار کنید در خانه و جوابایش درست غلط جوابایش برای ما روان کنید که با هم دیگه نگاه کنیم که درست است یا که نه خب به عنوان کار خانگی همین مرکبات عضوی و غیر رو برای که خوب متوجه شوید خوب یاد بگیرید شاگردای عزیز و نازنین برای در خانه های خود و در رابطه با همین مرکبات برای ما چند تفاوت و شباهت هایی که بین مرکب عضوی و غیر عضوی هست برای ما مشخص کنید نشان بیتین و برای ما ارسال کنید که با هم دیگه کار کنیم و همچنان یک کار خانگی دیگه هم دارید که در اطراف خود از امروز برید بررسی کنید ببینید که چند تا مرکب عضوی در محول شما موجودیت داره اینا را شناسایی کنید کاربردش هم یاد بگیرین نوشته کنید در و برای ما روان کنید که با هم دیگر در رابطه با او صحبت کنید و گپ بزنیم خب شاگرده عزیز یک جنبندی داشته باشیم که امروز ما شما چی یاد گرفتیم با کمک یک دیگر؟ در رابطه با مرکب عضوی صحبت کردیم ما گفتیم در ساختارش چی موجودیت داره اتمی کربن و هیدروژن خیلی مهم است دو دانشمند برجسته کیمیا را برتون توضیح دادیم که این دو دانشمند در رابطه با مرکبات عضوی چی نظر و عقیده‌ای داشت یکیش میگفت که مرکب عضوی از موجودات زنده به وجود آمده به نام برزیلیوس یکی دیگهش آمد گفت نه مرکبات عضوی در لورتوار هم ساختن میتونه شود به نام دانشمند وهلر که یک آزمایش مهم سنتیز یوریا را اماد انجام داد و بعد آمدیم در رابطه با فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی بهتان گفتیم که سه سن نمینه را در تخته براتان نوشته کردیم که مرکب عضوی رابطه اشتراکی داره غیر عضوی رابطه ایونی داره همچنان برایتان مشخص کردیم که عناصری که در مرکب عضوی هست کربن و هیدروژن هست اما مرکبات عضوی یک قسمی عناصر در ساختارشان موجودیت نداره و گفتیم مرکبات عضوی چون دارای اتم کربن متصل به هیدروژن است میتونه ایزومر و پلیمر بر ما ساخته کنه اما مرکب غیر عضوی توانایی نداره این خلاصه و جنبندی مباحث امروز بود در سال خوب بخوانید مطالعه کنید که جلسهای های آینده این کارخانه برای مرسال کنید و همچنان با هم نگه بیایم که مرور کنیم که یادآوری کنیم که چه مطالب را یاد گرفتیم شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که هر جایی که هستین موفق باشین جور باشین و سعدمند باشین دلیتان شاد باشه شما را به خدا میسته خدا نگهدارتان باشه